حالا داستان حجاب و اینا که از من سوال می‌کنید، همین، اینقدر ما در عطی الله جیجی رو توی این مملکت اینقدر مشکلات رو کشور داریم، این که به این پایین و اون تفکرات و اینا اصلا نمیتونیم بهش فکر کنیم. یعنی اپوزیسیون یه سال اپوزیسیون خرد اندیشه از هم خاطر ما برام اصلا مهم نیست که این چیزایی که برای این خارجکی ها و اپوزیسیون ها هیجان تو بوخ بوخ میکنن و شعر میخونن و حالا بیا اینجا ما ببین، حالا اینجا ما ببین، اینا برای اینها خیلی مهم و عجیب و اینه. برای ما خاطره است. ما در زمان رضا شاه هم یادمونه که همه مردم هر وقت یک زنی رو میدیدن که روسری سرش ارزم روز شما که روسریش رو بر میداشت با اجباری برش رو دن دیگه مسخره میکردن. یعنی که رضا شاه با برداشتن روسری کاری کرد که کشور به دو قسمت تقسیم کرد، متعصبین مومن تولید کرد و همون کاری که الان داره. معنی تو ایران چجوریه؟ الان دختر پسرها هر که روسری سرشه وسخره بود. اون موقع همینطوری بود، برعکسش زمان شاه هر که روسریشه برمیدش چون به زور همیشنن دیگه، میگودن زن باید تو خونه باشه، این زنه که میره اونجا دیگه منظورش چیز دیگه، تو یه هدف دیگه داره. این که مردم یه دوستاش لباسشون رو بکشن پایین، لباسشون رو بکشن بالا، هزاران سال این بازی مسخره کمدی تبدیل دین به بیدینی و تبدیل بیدینی به دین عمل و عکس العمل ما دیدیم. برای ما خاطره است، خیلی چیز هیجان انگیز نیست، برامون هم مهم نیست اصلا که چی هست. به هم خاطر هیچ نظری راجع به حجاب ما اصلا نداریم. هر کسی دلش بذاره میخواد برداره و نگاه حجاب در ریاست با نگاه حجاب در اپوزیسیون ریاست هم متفاوته. حالا برنامه‌های قبلی رو گوش کنید و برنامه‌های بعدی رو بهش توجه کنید. اما برای همین ما اپوزیسیونی بودیم که اومدیم گفتیم یک بار برای همیشه برای خرد و اندیشه قیام کنید، نه برای دیگری و تفکرات و این شکلی.